سلام بر شما، به خبر 8 بامداد خوش آمدید. عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: احتمال آغاز موج هشتم در آینده نزدیک با ورود سویه جدید در کشور. سویه جدید در ایران همان است که در کشورهای اروپایی و آمریکا می‌چرخد. افزایش خشونت در آمریکا و چالش جدید استعفای نیروهای پلیس. تلاش برای جذب و نگهداری پلیس با مشوق‌های مالی. و سد چمشیر آماده آبگیری. بیش از 95% عملیات ساخت سد چمشیر در استان کوهگیلی و بوی رحمت به پایان رسیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح و روز شما بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم تا پایان این بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به برگزاری جلسه ستاد ملی کرونا پس از ورود سویه جدید به کشور گفت در این جلسه بر آمادگی مردم و مراکز درمانی برای مواجهه احتمالی با موج جدید بیماری تاکید شد. تصمیمات این بود که تأکید بشه بر رعایت پروتکل ها توسط مردم عزیزمون، هم استفاده از ماسک به خصوص در محیط های سربسته، در محیط های دانشگاهی، در کلاس، در جلسات، شستشوی دست ها، رعایت فاصله اجتماعی و هم تأکید بشه بر تزریق دوز یادآور واکسن کرونا. من که دوز یادآور رو تزریق نکردم، دوز سوم یا دوز چهارم رو حتما تزریق کنن، بخصوص افراد بالای 18 سال که از 6 ماه که بیشتر از 6 ماه از دوز قبلی واکسیناسیونشون گذشته و بخصوص اونهایی که بیماری زمینه‌ای دارن. وزارت بهداشت اعلام کرد طبق آخرین آمارهای 24 ساعته 3 نفر در کشور به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. این آمار مربوط به بازه زمانی از ظهر روز جمعه تا ظهر شنبه است و آمارهای 24 ساعت اخیر تا ظهر مشخص و جمع‌بندی می‌شود. همچنین در بازه زمانی 24 ساعت ظهر جمعه تا ظهر شنبه 82 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند. آمار هم در فوتی‌ها، هم در مبتلاها و هم در بستری‌ها افزایش نشان می‌دهد. این یک بیمارستان 10 طبقه‌ای است که در فروردین سال قبل تمامی طبقات اون پر بود از بیماران کرونایی. تمام تخت‌های آی سی یو که بخش ویژه هستش پر، حجم زیادی از مریضامون به صورت خانوادگی بسته شد. حالا بعد از گذشتی مدت دوباره به سراغ این بیمارستان رفت. 3 نفر بستری توی بخشا داریم، 2 نفر بستری هم توی بخش آی سی یو. سال قبل چقدر بود این تعداد؟ سال قبل حدوداً 220 نفر ما بیمار کرونایی بستری در بیمارستان داشتیم. البته مشابه این وضعیت بیمارستان در خیلی از بیمارستان کشورم دیده می شود و حالا این سوال پیش می آید که آیا در این موج احتمالی کرونا در کشور باز بیمارستان ها شاهد افزایش آمارهای کرونایی خواهد بود؟ این سویه جدید قدرت سرایت بسیار بالایی داره و اگر به نحو کامل و مناسبی مدیریت نشه، امکانش هست که ما ازدحام بیماران رو در بیمارستان ها مجدداً داشته باشیم. هرچند امیدواریم که شدت این موج هم مثل موج آخری که داشتیم نسبتاً کم باشه. قطعاً نباید بیخیال بود، به خصوص این 2 هفته که در پیش داریم باید قشنگ رصد بشه. اگر واقعاً میبینیم موارد ابتلا داره میره بالا، تمهیدات لازم جدی و قرار بگیره. ایران جز 10 کشور اول مقابله با کرونا هست. کارشناسا میگن باید دستور عمل ها رعایت بشه و چرخه واکسیناسیون هم کامل بشه. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما. در شبانه روز گذشته حدود 300 هزار نفر دیگر در جهان به کرونا مبتلا شدند. 747 نفر هم به شمار جانباختگان ناشی از این ویروس اضافه شده. ژاپن با بیش از 107 هزار ابتلای جدید و 292 قربانی در صدر جدول آمارهای روزانه کرونا در جهان قرار دارد. در کره جنوبی هم در 24 ساعت گذشته حدود 53 هزار نفر دیگر به کرونا مبتلا شدند. در چین همزمان با گزارش رسانه‌ها از افزایش شمار مبتلایان به کرونا، رئیس جمهور این کشور گفت چین در برهه سختی قرار دارد، اما پیشگیری و کنترل همه‌گیری وارد مرحله جدیدی شده است. چند کشور دیگر از جمله فیلیپین و اسپانیا هم اعلام کردند محدودیت‌هایی را برای مسافران ورودی از چین
اعمال می‌کنند. مغرب هم ورود تمام مسافران را از مبدأ چین ممنوع کرد. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر تسریع تأمین نیازهای ارزی در بخش‌های مختلف کشور تأکید شد. در این جلسه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و رؤسای قوای مقننه و قضاییه و دیگر اعضا هم در آن حضور داشتند، موضوع ضرورت تأمین نیازهای ارزی در حوزه‌های مختلف از جمله بخش فعالان اقتصادی کشور بررسی شد و اعضا خواستار تأمین هرچه سریع‌تر این نیازها شدند. نخبگان پای کار حل مسائل مهم کشور آمدند. رویداد مسئله محور شروع محلی است که نخبگان گرد هم آمدند تا برای مسائل کشور راهکار ارائه دهند. بیشتر چالش‌های روز احصا شده توی صنایعی که توی این چند وقت بازدید داشتیم و میشه گفت از صنایع خرد غذایی گرفته تا صنایع کلان کشور مثل نفت و گاز و پتروشیمی. این شروع یک رویداد مسئله محور در فضای دانشگاهی بود. رویدادی که هدف آن بیان چالش‌ها و مشکلات زیستبوم فناوری کشور است. من خودم خب فارغ التحصیل دانشگاه هستم و ابتدای مسیر ورود به بازار کار دنبال این بودم که ببینم که بر اساس چالش‌های کشور میشه وارد چه حوزه‌هایی شد، چه امکاناتی وجود داره و یه در واقع ارزیابی داشته باشه. در دانشگاه صنعتی شریف این فرصت فراهم شد تا شرکت‌های دانش بنیان و دانشجویان به صورت مسئله محور در حوزه‌هایی همچون روباتیک، هوش مصنوعی، مکانیک و مهندسی مواد با یکدیگر بحث و گفتگو کنند. یکی از حالا چالش‌هایی که ما دانشجوها داریم ارتباطمون با صنعت، یکی از چالش‌هایی هم که همیشه صنایع باش مواجهن اینه که توسعه دانش فنی اونطوری که باید و شاید شکل نمی‌گیره. خب این رویداد خیلی کمک میکنه برای اینکه این حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه با صنعت حالا تا حدی اتفاق بیفته. رویداد ملی مسئله محور شروع قبل از دانشگاه صنعتی شریف در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علم و صنعت تهران هم برگزار شده بود و قرار است این رویداد ملی در سایر دانشگاه‌های کشور هم برگزار شود. برنامه تو دانشگاه‌های بزرگ کشور شروع شده و انشاءالله همینطور دانشگاه های دیگه هم که علاقمند باشن و متقاضی باشن ادامه پیدا میکنه. یکی از اهداف جدی برنامه کشف فعال استعدادها و نخبگان واقعی دانشگاه است. در حال حاضر رویداد ملی مسئله محور شروع توانسته 300 تیم دانشجویی را جذب کند. محمد الماسی، خبرگزاری صدا و سیما. اولویت‌های حج 1402 اعلام شد. رئیس سازمان حج و زیارت گفت ثبت نام از زائران از 30 دی آغاز می‌شود. اولویت اول برای اعزام 1402 با زائرین عزیزی است که سال 1199 ثبت نام کردند، پولشون هم به صورت کامل پرداخت کردند، اما با دلیل کرونا موفق به اعزام نشدند. چیزی حدود 37,000 نفر از زائرین هنوز اعزام نشدن. اینها در اولویت هستن، یعنی اگر بیان ثبت نام کنن به طور کامل اعزام میشن. اما مابقی سهمیه در درجه اول باز متعلق به کسانی است که ثبت نام کننده های سال 1385 هستن تا انتهای اسفند ماه 1385. اگر باز از اینها پر شد ظرفیت کاروان ها ما متوقف میکنیم، اما اگر پر نشد میریم توی 86. باز از سال 86 تا اردیبهشت ماه پر نشه باز همینجور ماه به ماه میایم جلو تا اون سهمیه انشالله تکمیل بشه در کاروان. محدودیت سنی هم احتمالاً امسال داریم یا نه؟ امسال محدودیت سنی خوشبختانه برداشته شده بر اساس چیزی که به ما اعلام کردن. آقای حسینی از رایزنی ها برای افزایش سهمیه اعزام هم خبر داد و پیش بینی کرد حدود 90,000 زائر ایرانی در حج تمتع سال 1402 حضور پیدا کنند. انتظاری که ما از کشور میزبان داریم این هستش که همون سهمیه رو که قبلا داشتیم، یعنی قبل از کرونا داشتیم، به طور کامل تخصیص داده بشه به جمهوری اسلامی ایران به اضافه یک عدد جدید. چرا؟ چون تعداد جمعیت ما افزایش پیدا کرده، رقم واقعی جمعیت ایران به حدود 90 میلیون نفر رسیده.
خب صبح شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. رسیدیم به ساعت 8:10 بامداد و بررسی وضعیت جوی کشور با حضور کارشناس سازمان هواشناسی اینجا در استودیو. اما پیش از اون هم به اطلاع شما میرسونم که سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی به کشور از نیمه دوم هفته خبر داده. خب بریم گفتگو بکنیم آقای زرابی، ببینیم که چه خبرهایی برامون آوردن. آقای زرابی صبح شما بخیر باشه. بفرمایید وضعیت جوی کشور به چه صورتیه و به خصوص در مورد آلودگی این چند روز در کلان شهرها، حالا تهران و شهرهای صنعتی هم برای ما بگید. بله. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم. خدمت شما عرض کنم که سامانه بارشی همونطور که شما هم فرمودید از نیمه دوم هفته جاری، حالا دقیق ترش از روز چهارشنبه وارد کشورمون خواهد شد و پیش بینی می‌کنیم استان‌های نیمه غربی کشور و به تدریج استان‌های در نیمه شمالی مثل استان‌های ساحل خزر شمال شرق کشور از بارش‌های این سامانه بهره‌مند بشن. مناطقی از مرکز کشور ولی تمرکز بارش‌ها عموماً بر روی دمنهای زاگرس مرکزی خواهد بود. بله. ولی تا اون موقع همچنان جو پایدار غالب استان‌های کشورمون رو تحت تاثیر خودش قرار میده با توجه به سرمای شباره که ما دیشب هم 24 مرکز استانمون دمای زیر صفر داشتن. شرایط برای افزایش غلظت آلاینده ها با توجه به تزریق آلاینده به شهرهای صنعتیمون انتظار داریم افزوده بشه، یعنی تا روز چهارشنبه این شرایط رو پیش رو خواهیم داشت، به ویژه در تهران و کرج که الان هم میانگین شاخص کیفیت در تهران عددش 163، یعنی ناسالم برای تمامی افراد جامعه است، به ویژه سالمندان و کودکان که بعد این موضوع مد نظر ویژه قرار بدن. خیلی ممنون از توضیحاتتون، روز بخیر. سهم مشترکان خانگی و تجاری از مصرف گاز کشور در 24 ساعت گذشته 72% بوده. به گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران این میزان مصرف بخش‌های غیر مولد در حالی است که سقف تولید گاز در کشور فقط 840 میلیون متر مکعب در روزه. خب در این باره گفتگو میکنم با کارشناس مرکز راهبری شبکه گاز کشور. آقای دستوریان سلام به شما. بفرمایید همکنون میزان مصرف و تولید گاز چگونه است؟ آیا حالا در این شرایط مردم با چه راهکارهایی میتونن مصرف گاز رو کاهش بدن؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم این بخش خبری. مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در 24 ساعت گذشته 610 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به روز قبلش 3% افزایش مصرف در این بخش داشتیم. این میزان مصرف بیش از 72% کل گاز تحویلی به خطوط، یعنی همون کل تولید رو به خودش اختصاص میده. در حال حاضر هم همین حدود ما مصرف گاز داریم. خدمت عرض کنم که راهکارهایی که هستش پوشیدن لباس گرم، تنظیم دمای منزل بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد، استفاده از پرده در جلوی پنجره، استفاده شیشه دو جداره میتونه به ما کمک کنه که گاز رو با شرایط خیلی خوب در اقصا نقاط کشور به دست هممیهنان عزیز با شرایط مطلوب و فشار خوب برسونیم. انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای دستوریان، کارشناس مرکز راهبری شبکه گاز کشور. با شما خداحافظی میکنیم، روز بخیر. دانشجویان هنر در یک کارگاه سه روزه آثاری به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی تولید کردند. عنوان این رویداد هنری شهید عزیز ما است. این روزها البته تولیدات هنری با محوریت یاد شهید سلیمانی سرعت بیشتری گرفته. شهید عزیز ما، این نام یک کارگاه هنری است که به بهانه سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار شده. در این کارگاه سه روزه که به میزبانی حوزه هنری و مشارکت هیئت هنر برگزار شد، گروه‌های دانشجویی با آثاری که محور آن حاج قاسم سلیمانی است مشارکت کردند. سعی شده که بچه‌های کارگروه‌های مختلف شرکت بکنند. مثلا کارگروه گرافیک، کارگروه صنایع دستی، کارگروه طراحی و پارچه. هنرمندان در زمینه‌های مختلف ایده پردازی کردند تا این آثار تولید شود و به گفته خودشان بتوانند گویاترین تعریف حاج قاسم را ارائه دهند. تصورشو نداشتیم که توی یک کار سه روزه و برنامه جدید و کاری که تا حالا به این معنا تجربهشو نداشتیم این ایده ها و آثار خوب خلق شه و من فکر میکنم که اتفاقی که افتاد برای هممون خیلی جذاب بود.
آثار برتر این کارگاه هنری قرار است در گالری حوزه هنری به نمایش گذاشته شود. وقتی که ارزش‌ها تضعیف شد این حادثه اتفاق می‌افتد. این روزها البته با موضوع شهید سلیمانی آثار هنری دیگری هم تولید شده. نماهنگ به زنگاه کاری از مؤسسه معوا یکی از آنهاست. همون دختر کم حجاب دختر منه. این ویدیو که با صدای شهید سلیمانی منتشر شده مروری است بر برخی دستگیری‌های او در دوران حیاتش. من به جوان‌ها میگم این که بحث می‌کنم بحث تعلقات را، دنبال تعلقات پس نباشیم. همه ما راهی به یک سمت هستیم. این شورای فکری تولیدات معوا تصمیم گرفت در جهت بهتر شناسوندن شخصیت و جایگاه اصلی و اجتماعی آج قاسم دست به تولید اثری بزنه و ایده نهایی ایده شد که از جنس خود آج قاسم اصلی و از دل مردم باشه و به این اتفاق بزنگاه رسیدیم. بزنگاه که یک ویدیوی 3 دقیقه است در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همکارم فیروز جابانی اینجا در استودیو همراه ما شد. مهسا خاوری، خبرگزاری صدا و سیما. اما مراسم بزرگداشت سرداران مقاومت در ترکیه برگزار شد. در این مراسم شخصیت‌های سیاسی و مذهبی یاد سرداران مقاومت را گرامی داشتند و از نقش ویژه سردار حاج قاسم سلیمانی در تأمین امنیت منطقه گفتند. مجلس یادبود سومین سالگرد شهادت بزرگ سردار مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. شهید سلیمانی نمونه برجسته ای از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی. اینجا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پایتخت فرهنگی و بزرگترین شهر ترکیه استانبول با حضور شخصیت های مذهبی و سیاسی، نمایندگان احزاب و میهمانی ویژه، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه. شهید سلیمان نشهادتین اندوباردن حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی در این مراسم از زندگی و عاقبت سعادتمند و مکتب ولایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و جایگاه ویژه ایشان در دل مردم جهان و منطقه سخن گفت. نه تنها مسلمانان، اصلاً هر انسانی که مورد ستم قرار می گرفت شهید سلیمانی برای خودش وظیفه میدونست که برای نجات دادن این فرد مظلوم و مورد ستم قرار گرفته جهاد بکنه و اقدام بکنه. در این مراسم معنوی شخصیت‌های مذهبی و سیاسی ترکیه هم از شهید حاج قاسم و نقش مؤثرش در ثبات و امنیت منطقه گفتند. او قهرمانlar bütün insanlığın ve Türk milletinin de şehididir. سردار جنرال قاسم سلیمانی سادجه ایران شهید دی سردار قاسم سلیمانی تنها شهید ایران و ترکیه نیست، او شهید تمام مردم مظلوم جهان و کل بشریت است، چرا که جانش را برای آسایش و امنیت مردم فدا کرد. شهید قاسم سلیمانی سادجه ایرانن ایرانلیلارن شهید سلیمانی نه فقط محبوب قلب ایرانی ها بلکه در قلب مردم مظلوم و مستضعف جهان جای دارد. شهیدی که مرامش خدایی بود و به سوی خدای خیش شتافت. در دورانی که با ظلم علنی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه ملت‌های مظلوم روبرو هستیم، شهید سلیمانی شخصیتی بود که راه مقاومت در برابر این ظلم‌ها را به ما نشان داد. ترکیه از جمله کشورهایی است که بیشتر مردمش آشنا به نقش محور مقاومت و قدردان جانفشانی‌های سرداران مقاومتند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول. صهیونیست‌ها خانه یک شهروند فلسطینی را در قدس خراب کردند. صهیونیست‌ها مدعی هستند خانه شهروندان فلسطینی بدون مجوز آنها ساخته شده است. استعفای نیروهای پلیس در آمریکا به چالشی جدید در این کشور تبدیل شده. مقامات آمریکا تلاش می‌کنند با مشوق‌های جدید برای پلیس نیرو جذب کنند.
رئیس پلیس شهر سیاتل آمریکا میگوید توان از دست دادن حتی یک نیروی پلیس دیگر را هم نداریم. مجری شبکه ABC نیوز آمریکا در این باره میگوید همه شهرهای بزرگ و کوچک الان گرفتار بحران کمبود نیروی پلیس هستند و از طرفی هم برای استخدام پلیس جدید واقعا مشکل دارند. بسیاری از افسران با تجربه پلیس هم کنارگیری کردند و همه اینها در حالیه که میزان جرم و جنایت هم در شهرهای مختلف زیادتر از قبل شده. بعد از ناآرامی‌های دو سال و نیم پیش آمریکا که ناشی از خشونت بیش از حد پلیس این کشور با مردم به ویژه سیاه‌پوستان بود، کنارگیری صدها نیروی پلیس در سراسر آمریکا این کشور را با کمبود نیروی پلیس روبرو کرده است. مشکلی که روزنامه نیویورک تایمز آمریکا درباره آن این گونه نوشت: تعداد کارکنان پلیس بعد از موج استعفاها که در نتیجه ناآرامی‌های سال 2020 آغاز شد، هنوز بهبود پیدا نکرده. الان اداره‌های پلیس با شگرت‌های مانند پرداخت پاداش $10,000 سعی می‌کنند نیروی جدید جذب کنند. رئیس پلیس سیاتل که در دو سال و نیم اخیر بیشتر از یک چهارم نیروهای خود را از دست داده است، می‌گوید بسیاری از افسران پلیس در سراسر آمریکا احساس می‌کنند آنگونه که باید از آنها قدردانی نمی‌شود. در حال حاضر داریم تلاش می‌کنیم ببینیم چه کارهایی می‌تونیم انجام بدیم تا نیروهای پلیسمون رو راضی نگه داریم، چون دیگه نمی‌خوایم نیروهای بیشتری رو از دست بدیم. نتایج یک بررسی که بر روی 184 اداره پلیس در سراسر آمریکا صورت گرفته حکایت از این داره که تعداد استعفاها و کنارگیری‌های نیروهای پلیس آمریکا 43% از قبل بیشتر شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک. بیش از 95% از عملیات اجرایی سد چمشیر به پایان رسیده و آماده آبگیری است. طبق اعلام وزارت نیرو، این سد قرار است 56,000 هکتار از زمین‌های استان خوزستان و کوهکیلی و بوی رحمت را آبرسانی کند. چند سالی تمام کشاورزای منطقه منتظر راه اندازی سد چمشیر هستند. سدی که 12 سال پیش کلنگش به زمین خورد و سالهاست که کشاورزان در انتظار سرازیر شدن آب آن به سمت زمینهایشان هستند. این زمینهای کشاورزی آبش از کجا تامین میشه؟ والا آبی نداره. ما از لحاظ آبی در مضیقه آب هستیم. امیدمون به این سد. چمشیر در جنوب شرقی استان کوهکیلوی و بوی رحمت و در مجاورت رودخانه زهره. سیلابی که دارید بارش های یک سال تبدیل میشه به روانابه، مثلا 1 میلیارد متر مکعب، 500 میلیون متر مکعب، همش تو 3 روز مکعب میشه میره خلیج فارس. سدی که قرار است پس از آبگیری 56,000 هکتار زمین کشاورزی در استان خوزستان و کوهکیلویه و بوی رحمت را بهره‌مند کند، در آستانه بهره‌برداری حواشی به سراغش آمده. چشمه‌های آب شور از پررنگ‌ترین تیترهای رسانه است. رخنمون نمک نداریم، سنگ نمک نداریم، گنبد نمکی نداریم، لایه نمکی نداریم. اینجا قراره که بخشی از بستر دریاچه چمشیر باشه و این منطقه آبگیری میشه. ما در مسیر این بستر تا جایی که دسترسی داشتیم حرکت کردیم و بیرون زدگی نمک مشاهده نکردیم. اما برخلاف بستر سد، در پایین دست املاح آب نسبتاً زیاد بود. ایسی 2090 میکروموز بر سانتی متر. وزارت نیرو میگوید پس از آبگیری سد و رهاسازی حقابه 10 متر مکعب بر ثانیه آب در مسیر رودخانه زهره، شوری آب تعدیل شده و قابل استفاده در بخش کشاورزی است. مجوزهای زیست محیطی لازم رو گرفتیم. حتی این طرح به دلیل بحث فایننس یا تامین منابع مالی خارجی که داشت، مجوزهای از شورای عالی اقتصاد هم گرفته. کارشناسای مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو با هم دارن کارهای میدانی انجام میدن. نتایج کارهای میدانی انشالله مشخص میشه، بعد تعیین موضع میکنیم. با همه آنچه گفته شد، برای راه اندازی سد چمشیر مجوز شورای آبگیری لازم است. تینا صالحی، خبرگزاری صدا و سیما،